چرا که خوب تمرین کرده باشین و راحت بتونین آکوردا رو با ریتما بزنین، بخونین، به این سراغ آهنگی که خودتون دوست داری. و ارزم به حضورتون که پله پله اومده باشین بالا تا حالا به آکوردای بار دار میرسین. در ابتدای بحثی کردیم آکورد فا ماژور ناقص رو، گفتیم که اینجوری فرواز تمرین کردن میخوایم حالت انگشتامون درست در بیاد. درست الان دیگه انگشتامون به حدی رسیدن که میتونیم آکوردای بار دار رو بگیریم و فرمولش یاد بگیریم و تمام آکوردا رو بتونیم بگیریم. این آکورد فا ماژور ناقص که بود، انگشتای 4 و 3 و 2 سر جاشون ثابت میمونن، انگشت 1 تمام سیم ها رو در فرت اول میگیره به این حالت. هر کسی یه جوری راحت، یکی از نوک انگشتش میتونه بذاره همه سیم ها رو صداشون خوب در بیاره، یکی وسط میذاره، یکی از ویخ میذاره بسته و انگشت خود رو داره. انگشت هایی که از بلندترین انگشت هاست، من اصلا از بیخ انگشتم که میذارم صدای ساز رو بتونم خیلی خوب در بیارم. شما باید به انگشت خود نگاه کنید و ببینید چجوری نمایت بذارید. از روبرو که نگاه میکنید پشت فرد هست، ولی از کنار که نگاه میکنید ببینید، از روبرو که نگاه میکنید ببینید روی فرد هست، ولی از کنار که نگاه میکنید ببینید پشت فرده. و ما هر فرد رو که میخوام بگیریم پشت اون فرد رو دقیقا با انگشت یکمون باره میکنیم. به این کار میگن باره گیری. انگشت دو هم که روی سیم سه بود، سعی میکنیم بعد انگشتش رو صاف کنیم، یعنی اینجا صاف باشه. انگشت سه و چهار هم کاملا خمن، تمام افصلا خم میشن. انگشت شست هم که پشت خونه یه دوم قرار میگیره، به این میگن آکورد فا ماژور باردا. خیلی باید ما تمرین کنیم، قطعا میگن که اینجا انگشتتون درد بگیره. هر موقع درد گرفت 5 دقیقه بیشتر تمرین کنید، بعد رها کنید. دو مرتبه بعد بیاین بشین تمرین کنید. این آکورد فا ماژور. چه جوری آکورد فا ماژور رو بگیریم؟ آکورد فا ماژور رو باید به صورت فرمولی بدون اینکه برداریم، فقط اول آکورد فا بار دار رو کار بکنیم. کاری به آکورد بدون باره نداشته باشیم. جدا جدا اینا رو تمرین کنیم. ما باید دستمون رو به صورت کششی رفت و برگشت روی این فرتا جا به جا کنیم. یعنی از فرت 1 تا فرت 2 3 4 6 7. چی مهمه؟ مهم استایل صحیح دست انگشتان دست چپ است. یعنی نباید به هم بخوره، بیاد توی فرد گره بخوره انگشتتون به هم. باید یه جوری باشه که سر جاشون کل دست کن بخوره، نه انگشت. دقیقا دستتون رو بدون وعده بدون این که انگشتتون تکن بخوره. آکورد فا ماژور رو میگیریم، بار دار شلش میکنیم، بیاییم جلو، باره دوم صفر میشه، شل صفر. اینقدر این کارو میکنیم که انگشتتون دیگه فقط بتونن جا به جا بشن روی سیم ها، حالتشون به هم نخوره تا آکوردهای درستی رو ببینیم. چی مهم نیست؟ فعلا صدای آکورد مهم نیست. بعد شما بتونید فقط خوب جا به جا بکنید، انگشتتون رو درست بزنید. یه گیتار خوب تو این مرحله خیلی کمکتون میکنه. یه گیتار نرم و خوب باید داشته باشین که راحت با یه فشار کم بتونین صدای گیتارتون رو به خوبی در بیارین. پس این فا ماژور وقتی دیدید که راحت به این حالت عوض میکنید، انگشتتون جا نمیمونن یا توی خونه های بعدی نمیرن، دقیقا درست میتونین مثلا الان جا به جا بکنین. اولا بیان روی فرته مثلا 5 و 6 تمرینشو بکنید، چون فاصله نزدیک تر راحت تر میتونید انگشتاتون جا به جا بکنید. اینقدر این کارو میکنید تا نتیجه بده. حداقل 3 روز 4 روز وقت میخواید، روزی 2 ساعت 3 ساعت باید بشین تمرین بکنید تا نتیجه بگیرید. از تمام تمرینایی که وقت گذاشتین این ساعت بیشتری میخواد، ولی وقتی که گرفتین دیگه پاپو میتونید به یه جایی برسونید. آهنگای زیبا میتونید، صدای گیتارتون زیاد تغییر میکنه، فاصله ها میتونید راحت. هرچقدر گیتارتون بهتر باشه صدای تعویض آکوردها محسوس تره. وقتی دو تا آکوردا با هم قاطی میکنیم میفهمیم که الان چه آکوردی است. گیتارهای بی کیفیت این حالت رو خیلی کمتر نمودار میکنن که آکورد الان عوض شد. بعضی از گیتارها وقتی آکورد عوض میکنی اصلا متوجه نمیشی که آکوردش عوض شده.
پس سعی کنید یه گیتار خوبم تهیه کنید. این تمرین رو خیلی زیاد انجام میدید که دیگه راحت انگشتاتون جا به جا بشن. وقتی که دیدین انگشت دست راستون به تنهایی ادب شدن و سر جاشون قرار میگیرن، بعد یه دونه ضربه پی ام روش میکشین که صدای آکورد داره بتونین شفاف در بیارین. اگه صدا حتی اینجوری بود اشکال نداره، انگشتاتون باید درست باشه. یواش یواش صدای گیتارتون خوب میشه، میتونین آکورد رو با صدای خوب عوض کنین. ولی اگه حالت انگشتاتون بد باشه، یعنی دائما این ور اون ور بشه تو خونه‌های دیگه جا بمونه مثل الان، خب به زودی زود نمیتونین صدایشو در بیارین. پس اول سعی کن استر دستتون درست باشه، بتونین راحت جا به جا بکنین انگشتاتون رو بدون اینکه به هم بخوره حالتش. بعدن برین سراغ صدا، بعدن با ریتم رو تمرین میکنین. هر ریتمی رو که راحتین اول تمرین کنین تا صداشو بتونین خوب در بیارین. طبیعی گفتم صداش زشتم بود، سعی کنین درست عوض کنین، انگشتتون به هم نخوره مثلا الان چه اشکالی نداره. شما باید سعی کنید صدا استری دستتون رو حفظ کنید و جا به جا کنید. به مرور زمان میتونید سیما رو خوب فشار بدید و صدای گیتارتون رو درست بکنید. گاهی تا یکی دو هفته طول میکشه تا صدای آکوردهای باردار رو بتونید خوب در بیارید، اشکالی نداره. هر چقدر بیشتر تمرین کنید زودتر به نتیجه میرسید دیگه، بسته به تمرین خودتون داره. زودم خسته نشین، حداقل وقتی نشستین نیم ساعت یک ساعت رو تمرین بکنید، جوری که اینجای دستتون درد بگیره، انگشتتون درد بگیره، 5 دقیقه بیشتر تمرین بکنید. وقتی درد گرفت بعد بذاریدش کنار، دنبال یه کاری برید، دو مرتبه بیان بشین گیتار بزنید. با ریتمای دیگه شارم یادتون نره. بعد ریتم شیشهش که دو سه چهار ساده.
که انجام دادید بعد دیگه فاصله میندازید بینش، مثلا از فرت یک میبینید فرت سه، از فرت سه میبینید پنج، از پنج میبینید هم دو مرتبه فاصله ها رو به میز یاد میکنید، خونه به خونه نباشه مثلا اینجوری. حالا بیشترش میکنم که شما آکوردهای بار داره شناختین، حالت گرفتارشو و تمرین کردین و انشالله که به خوبی صداشو در میارین. حتی سه هفته ممکنه طول بکشه تا روزی دو ساعت بشینین آکوردها رو صداشو به خوبی خوب در میارین. پس زود ناامید نشین و تمرین کنین. هر چقدر دستتون درد گرفت بیشتر تمرین بکنین تا موفق بشین. حالا آکوردهای بار داره شما نیم پرده همه جا میتونین بگیرین. و صداشو در بیاریم. اسامی ها کرده باره دارم براتون میگم تا بدونید که وقتی که مثلا گفتن آکورد سول ماژور باره دارم میتونید بگیرید، یا آکورد لامینور باره دارم میتونید بگیرید. اینا رو یاد بگیریم یا چند تا دونش پشت سر هم یاد میگیریم و توی آهنگا به کار میبریم و بعد دیگه خودتون میتونید دقیقا وقتی اسم هر آکوردی رو دیدید خودتون راحت بتونید باره دارش هم بگیرید، هم سر دسته بتونید بگیرید بدون باره و هم هر جای دستی که خواستیم آکوردو در بیارید. خب ما آکورد فا ماژور رو داشتیم، اولین آکورد باره داری که کار کرد، درسته؟ آکورد فا ماژور فرت اول باره میشه. ما داریم دو ره می فا سول لا سی، دو ره می فا سول لا سی الاخر دائما تکرار میشه، درسته؟ وقتی آکورد اولمون باره دار باشه و فا باشه، ما اسم این آکورد رو از سیم ششم فرتی که باره میگیریم به دست میاریم. پس این نوت فا هست، فا دیز، سول، سول دیز، لا، لا دیز، سی، دو، دو دیز، ره، ره دیز، می و الی آخر، دو مرتبه تکرار. پس وقتی ما این آکورد رو گرفتیم فا هست، همه انگشت رو یکی دونه که بیان جلو فرت دوم باره بگیری میشه فا دیز. این آکورد سول ماژور هست، همینجوری که سول ماژور رو اینجوری راحت سه انگشت میگرفتیم اینجا سول ماژور رو دو مرتبه اینجا میتونیم بگیریم، به این میگن سول ماژور باره دار. سول دیز ماژور، لا ماژور، یه لا ماژور اینجا میگرفتیم، حالا یه لا ماژور اینجا میگیریم، درسته؟ فرته ششم لا دیز ماژور یا سی بمول هم بهش میگن، سی بمولی که اینجا میگرفتیم رو میتونیم فرته ششم بگیریم، باز همون سی بمول هست. پس ما میتونیم آکورد ها رو جای مختلف دست گیتار بگیریم. پس فا، فا دیز، سول، سول دیز، لا، لا دیز و این یکی سی ماژور هست، این سی ماژور هست. این دو ماژور هست، دو ماژور سر دسته اینجوری هم میگرفتیمش، اینجوری هم درسته. دو دیز ماژور،
ماژور، یه ره ماژور هم اینجا به این حالت میگرفت، ره ماژور، ره دیز ماژور، دو مرتبه می ماژور. این می ماژوری که اینجا اکتاف میگرفتی بمترین آکورده ماژورمون اینجا یه اکتاف زیر ترش هم اینجا دو مرتبه همون فا ماژوری که اینجا تکرار میشود، فا ماژوری که اول کار میگرفتی نمتر اینجا فا ماژوری. اصولا اینجا آکورده رو نمیگیرن، پس به این ترتیب یاد گرفتیم که ما چجوری آکوردهای ماژور رو شناختیم روی سر دسته گیتار. یه بحث کوچولو هست که بعضی آکوردها دو اسکی هست، وقتی این فا ماژوره بعدی میشه فا دیز ماژور، بعدی میشه سول ماژور، سول ماژور، باز این خونه وسطی بین فا و سول میشه هم فا دیز ماژور و هم سول بمول ماژور. بقیه شو تو تراک بعدی براتون توضیح میدم. مرسی. خب تو بحث قضیه کار وقتی آکوردهای ماژور و قسمت بالا رو گفتم واسه اون می فا فا دیز یا سول بمول، سول سول دیز یا لا بمول، لا لا دیز یا سی بمول، سی دو دو دیز، ره ره دیز و باز می و فا. این آکوردهای ماژور قسمت بالا بودن. حالا قسمت بالا باز یه حالت دیگه داره، مینور، مثلا می ماژوری که میگرفتیم انگشت یک رو به هم داشتیم میشد می مینور ای ام. حالا مینور رو به همین ترتیب بار داراش تا آخر گیتار تا آخر دسته گیتار پیش میره. این می مینور، این فا مینور هست، فا ماژور، فا مینور. این حالت نشون میدم می مینور، بخشین فا ماژور برش میداریم میشه فا مینور، انگشت دور اگه برداریم میشه مینور قسمت بالا، فا دیز ماژور، فا دیز مینور، سول مینور، سول دیز مینور، لا مینور، همین لا مینوری که اینجا میگرفتیم. سی بمول مینور، سی مینور، دو مینور، دو دیز مینور، ره مینور، همین ره مینوری که اینجا میگرفتیم، ره دیز مینور، می مینور باز تکرار میشه اکتاف، فا مینور الاخر. به مولارم که میدونیم مثلا لا مینور، لا بمول مینور، سول بمول مینور یا سی بمول مینور، پشت سر همینا تکرار میشه. حالا بیایم قسمت پایین. قسمت پایین هم باز بارگیری داره، مثل اون سی بمولی که میگرفتیم اینجا و انگشت یک رو میذاشتیم اینجا، مجبور بودیم از سیم سه بزنیم، از سیم چهار بزنیم. حالا اینو باره دار میکنیم و میشه این سه تا انگشت توی فرت هستش برای آکوردهای ارزم به حضورتون ماژور. قسمت ماژور این لا ماژور، سی بمول ماژور، سی ماژور، دو ماژور، دو دیز ماژور، ره ماژور، همین ره ماژور که اینجا هست، ره ماژور که اینجا گرفتیم، ره ماژور، ره دیز ماژور، می ماژور، فا ماژور، فا دیز ماژور، سول ماژور، سول دیز ماژور، و دو مرتبه لا ماژور، لا دیز ماژور، دو مرتبه باز اینو برمیگردیم. این میشه حالت ماژور قسمت پایین. حالت مینور قسمت پایین مثل حالت ماژور قسمت بالا است، یعنی این ماژوری که بالا هست بیایم پایین تر بگیریم، یکی یه دونه سیم بگیریم پایین تر میشه مینور قسمت پایین. حالا چه جور هست؟ دقیقا مثل همون ماژور دونه دونه خونه هاش میرن جلو، با این ستا انگوش میگیریم که راحت بگار. این لا مینور هست، لا دیز مینور یا سی بمول مینور، سی مینور،
دو مینور، دو دیز مینور، ره مینور، همین ره میناری که اینجا میگیریم، ره مینور، ره دیز مینور، می مینور، فا مینور، فا دیز مینور، سول مینور، سول دیز مینور، دو مرتبه لا مینور در اکتاب. باز برمیگردیم، لا به مول مینور، سول مینور، سول به مول مینور، فا مینور، می مینور، می به مول مینور، ره مینور، ره به مول مینور، دو مینور، دو به مول مینور، بخشیم دو مینور، سی مینور، سی به مول مینور و لا مینور. اونایی که نیم پرده هست، فا و می و سی و دو دیگه بمالی بینشون وجود نداره. بلافاصله نیم پرده بعدش آکورد بعدی هست. پس این سه تا دو تا حالته، قسمت بالا و پایین ها گفتم، مینور پایین، مینور بالا، ماژور پایین و ماژور بالا. یه حالت ماژور دیگه هم هست که اونم واسهتون میگم، مثل دو ماژوری که اینجا میگرفتیم به این حالت هم میگیریم که بتونیم تمام دست آکورد گیر کنیم. این دو ماژور هست، دو دیز ماژور، ر ماژور، مثل همین ر ماژور اینجا هست، ر ماژور، ر دیز ماژور، می ماژور، فا ماژور، فا دیز، سول ماژور، سول دیز، لا ماژور، فا دیز، سی ماژور. برمیگردیم، سی بمول ماژور، لا ماژور، لا بمول ماژور، سول ماژور، سول بمول ماژور، فا ماژور، بلافاصله می ماژور، می بمول ماژور، ر ماژور، ر بمول ماژور و در آخر دو مرتبه دو ماژور. پس ما آکوردهای مینور و ماژور رو روی دست گیتار یاد گرفتیم. شما اینا رو باید بسیار تمرین کنید، یعنی آکوردهای باردار راحت باید بتونید. یکی دو ماه طول میکشه تا همه آکوردهای باردار رو بتونید شما بدون گز زدن، بدون وقف افتادن بینش، بدون هول شدن توی عوض کردن توی ریتم بتونید بگیرید. پس با یکی دو روز تمرین و اینا به جایی نمیرسیم، خیلی باید تمرین کنید. حالتاش مختلف، حالت مختلفش راحت بتونید بگیرید. حداقل دو سه ماه طول میکشه تا آکوردها رو به خوبی خوب بتونید عوض کنید و روش بتونید آرپج بزنید، ریت بزنید، صداشو خوب در بیارید. گیتارتون هم باید گیتار خوبی باشه، نرم باشه، اکشن درستی داشته باشه، سیمای نرم تا بتونید آکوردهای باردار رو به خوبی خوب بگیرید.